جلسه میخوام در مورد دسته از پروتئین ها صحبت کنم. به نام جی پروتئین، پروتئین جی پروتئین. جی پروتئین ها اصلا داستانشون چیه؟ جی پروتئین ها از سال 2012 شخصی جی پروتئین ها رو کفیه جایزه نوبل جی پروتئین ها یک سری رسپتور ها هستن توی قشای سلول. اصلا ساختارش به چه صورتی؟ من ساختار قشای سلول رو دوباره به فکر بزنم. این سریع من ساختار قشا این ساختار قشا این فسفولیپیدها اینم از سیتای چپ اینم از سیتای چپ همشون میکنم سچوره بکشم میده به زمان سچوره ببینم جی پروتئین ها یه سری رسپتور ها اولین ساختاری که داخلشون قرار دارن یه سری رسپتور هایی هستن که این رسپتور هایی یه دومین داخل سلولی دارن یک دومین خارج سلولی و این رسپتور ها رسپتور های هفت بار گذر از غشا هستن، یعنی هفت بار از غشا عبور میکنن. این رسپتور میدویشن این دومین خارج سلولی یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت. یک دومین داخل سلول، خارج سلولی دارن، یک دومین داخل سلولی دارن. اولین ساختاری که وجود داره برای اینا این دومین داخل سلول و دومین خارج سلول. اما به این رسپتورها یک ساختاری بهش وصله که این ساختار از سه تا زیرواحد تشکیل شده. زیرواحد آلفا، بتا و گاما. زیرواحد آلفاش، اتصال داره به رسپتور. بهش میگن زیرواحد چی؟ آلفا. این زیرواحد آلفا. جی بی پی وصله. چی؟ جی بی پی. حالا واسه اول ساختار رو بهتون میگم. بعد اینم به یه ساختار چی؟ به چی بسته؟ به یه ساختار چی؟ بتا. و این بتا بسته به یک ساختار به نام ساختار چی؟ گاما. ساختاری از کنم ساختار چی؟ گاما. خیلی جالبه. ساختار آلفا و گاما اتصالاتی به غشا داره. اگر توجه کنید انگار یه تیکشون دور رفتن داخل غشا و دست در بچه، ولی ساختار بتا فقط لینک میکنه آلفا رو به چی؟ گاما. در حالتی که تو حالت اینکتیف هست، تو حالت غیر فعال هست، به ساختار آلفا یک جی دی پی وصله. جی دی پی یعنی چی؟ گوانین دی فوسفات. یه یک جی دی پی GDP بس. این حالت اینکتیف. وقتی این سیستم فعال میشه، چه چیزهایی سیستم رو فعال میکنه؟ یک لیگاندی یا یک محرکی میاد بحث میشه به این رسپتور. میتونه نورو ترانسمیتر باشه، میتونه فاکتورهای روش باشه. امروزه جالبه، امروزه 30-50% داروهایی که میسازن از طریق جی پروتئین میگن خیلی کارآمدتر برای اینکه تأثیری داشته باشه. مکانیزمش رو بر اساس جی پروتئین ها میسازن. اینا من بهتون میگم ما بیش از 1000 جی پروتئین تمیز کرده که هر کدوم مکانیزمای مختلفی داره، اما ساختار همش رو میگیم. مثلا فکر کنید این یک نورو ترانسمیتر چیه؟ سروتونین هست یا نورادرنالین هست. تو حالتی که وصل نیست به گیرنده جی پروتئین، حالت اینکتیو. تو حالت که میاد وصل میشه به گیرنده، این گیرنده تغییر شکل میده، و جای جی دی پی با جی تی پی عوض میشه. یعنی یه دونه چی فسفر میاد وصل میشه به چی گوانین. منظور از جی دی پی و جی تی پی چیه؟ جی دی پی محرک چیه؟ بگی گوانین تری فسفر. اولا که فهمیدید به این میگن چرا جی دی پی، جی پروتئین؟ به خاطر وجود گوانین. اول اصلا ما فهمیدید چرا اسمش رو گذاشتن جی پروتئین. چون عامل اصلی که
اکتیو بودن و این اکتیو بودن رو معلوم میکنه چیه؟ وانیل. وقتی این لیگان وصل میشه به رسپتور تبدیل شکل میده جی دی بی تبدیل به جی تی بی میشه. این قسمت آلفا جدا میشه از بتا و گاما، حرکت میکنه تو سرتاسر قشر نمیشه. هرچه چی شد؟ بس میشه این قسمت آلفا جدا میشه از چی؟ از گاما. درسته؟ از این قسمت جدا میشه و میام جلو. حالا از این به بعد میتونه مسیرهای متفاوتی داشته باشه. مثلا توی بعضی از موارد میره کانالهای کلسیومی رو باز میکنه، یعنی کانال کلسیومی که اینجا وجود داره، کانال کلسیومی که اینجا وجود داره چیه؟ بسته است. وقتی نوروترانسمیتر بهش بست میشه میاد اینجا، درسته؟ این جی دی بی تبدیل به جی دی بی میشه، آلفا میره داخل، این کانال های کلسیومی چی میشه؟ باز میشه و کلسیوم وارد چی میشه؟ سلول میشه. مثلا تو انقباض عضلات سا نقش داره، یکی از عمل کردش موجوده. یه موقعی از میره ما داخل قشا دوباره یک آنزینی داریم بنام آنزین چی؟ آدنیلات سیکلاز. آدنیلات سیکلاز مثلا اینجا دوباره سیکلاز رو کشم مثلا این گوشم این آنزین بازم اون کانال متاسیمی که گفتیم آره بزن این آدنیلات سیکلاز درسته؟ بزن من بگم بعد همین صحبت زمان بعضی موقع این مسیر کانال نمیره، کانال کلسیوم نمیره، مسیر کانال کلسیوم نمیره. درسته؟ مسیر کانال کلسیوم نمیره. میره این آنزیم آدنیل سیکلاز رو چیکار میکنه؟ بهش میخوره اکتیو میکنه. کار آدنیل سیکلاز چیه؟ تبدیل ATP به CNP. ATP رو تبدیل به چی میکنه؟ CANP میکنه. آدنوزین تریفوسفات تبدیل به سیرکولا آدنوزین مونوفوسفات بزنه. این سه فوسفات هست این چی؟ و این میتواند برود مثلا یه سری کیناز ها رو تعامل کنه. کار کیناز ها چیه؟ فوسفات اضافه میکنن. مثلا توی همون مثالی که زدن هم آزاد شدن چربی ها توی آزاد شدن چربی ها یه فوسفات اضافه میکنه به کدوم هورمون؟ به کدوم آنزین؟ آنجا حساس به هورمون آفرین. اونجا باید که تریگلیسیرید ها چی میشن؟ شکسته میشن. کل جی پروتئین ها همین. حالا اگر سوالی دارید هست سخت بود؟ چی؟ اسم اون چی بود؟ این؟ آدنیلات سیکلاز. حالا یه چیزی حالا الان این پیام میشه پیام اولیه میشه چی؟ پرس مسنجر مثلا جه. این که میاد اینجا حالا پیام بعدی را میرفته به این میگن چیسته که مثلا یه پیام ثانوی خودش چی شد؟ دقیقا که الان سوال که گفتم توضیح میدم. چون بعضی موقع بعضی رسپتورها مستقیم میاد عمل میکنن ولی تو اینجا این پیام اولیه که میاد خودش عمل میکنه این پیام دیگه دوباره را میرفته به این میگن سکه مثلا به این ساختار میگن چی؟ جی پروتئین. جی پروتئین. چرا بهش میگن جی پروتئین؟ گانی. به خاطر اینکه گانی داره. ساختارش گانی نه جی تی پی تبدیل به جی تی پی میشه. رو هوا بچه ها نمیشه، یعنی خاصیتی نمیشیم، یاد خوب آمان این رسپتور که بس میشه به اون با فعال شدن پروتئین جی میشه یا توید جی دی پی به جی دی پی باید فعال شدن پروتئین ببین هر دوش در ابتدا
وز شدن این لیگان که هرچی میتونه باشه نوروترانسمیتر باشه، میتونه هورمون رشد باشه، میتونه هورمون دیگه ده باشه، درسته؟ مثل داروها، داروهایی که مصرف میکنه، این باعث میشه که این رسپتور حبکار گذر تغییر شکل بده. این تغییر شکلش باعث میشه این جی دی بیه که مثل سابینیت آلبا تبدیل به چی بشه؟ جی دی بی. وقتی جی دی بی به این وضع میشه، این اتصالات این سورس میشه، این شروع میکنه حرکت سکند مسنجر را میده، میتونه بره عملکردهای مختلف یا گفتم بیش از 1000 نوع عملکرد و فانکشن متفاوته، میتونه بره کانال های سکونی رو بکنه، میتونه بره این مسیر آتین سیگنال به چیزایی که متفاوته رو بکنه. سوال تأثیر نداره. بگو بگو چادر نده بگو نه داریم فاجا ها ما بیانه گفتیم بده کجا؟ آن آدم سیگنال ببین این آنزیمه این اکتیو اینجا رو باز داده درسته؟ کار این آنزیمه چیه؟ ATP رو تبدیل به CAM میکنه درسته؟ این اکتیوه وقتی سابینیت آلفا میاد بهش میکنه میگه اکتیو شد ATP های سری رو تبدیل به CAM میکنه اینجا فسفرا آزاد میشه فسفرا توسط کیناز این فسفرا مثلا یه سری آنزیم ها وجود داره مثل آنزیم چی؟ لیپاز حساس به هورمون این توالت عادی این لیپاز حساس به هورمون این هم آنزیم لیپاز حساس به هورمون مثل این آنزیم حساس به هورمون توالت عادی چیه؟ غیر پهار وقتی همین لیپاز حساس به هورمون اگر یک فسفر بهش بست بشه چی میشه؟ فعال میشه این چه؟ به صورت چی؟ نه فعال اکتیو میشه بذاره چه چی شد؟ برای اکتیو شدن حتما باید یک فسفر بهش دست حالا دوباره اگر بخواد این اکتیو بشه چی میشه؟ بعد از اینکه کار خودش انجام داد جی دی پی اینجا مصرف کرده جاش میاد چی میشینه؟ جی دی پی دوباره میاد به واحد بتا و گاما بس میشه و بس میشه به رسپتور تا محرک بعدی جاست بتا و گاما بتا برای تو حالت این اکتیو بشن حالت یه وقتی بهش بستن نیگر میدارن را نیگر نیگر میدارن را جلوش را میگیرن این حرکت نکنه ولی حالت یه جی دی پی بهش بستن برای جی دی بی که بس میشه این اتصالات چی؟ سورس میشه اجازه بده تو بشه بتونه حرکت کنه و سکن مسنجر یا پرمان سانویه رو بله بله کیناس هم همشه فسفر بله